سرخط خبرها، تغییرات و تعیینات جدید در بین طالبان. طالبان به ساکنان دره عبدالاخیل، زن و مرد این دره بغاوتگر هستند. آیا با طالبان غیر از جنگ گریز هست؟ و در پایان، امروز پنجشیر به ماتم نشست و واکنش یار محمد دوستم به حادثه پنجشیر. مشروع خبرها. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اظهار داشته است که به اساس حکم امیرالمومنین یک سلسله تغییرات و تعیینات صورت گرفته است. به گزارش اسپوتنیک، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اظهار داشته است که به اساس حکم امیرالمومنین تعیینات زیل صورت گرفته است. ملا عبدالسلام به حیث معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی، معین قبلی ترانسپورت وزارت مذکور حافظ صدیق الله عابد به حیث معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت و هوانوردی، محمد یونس آقا به حیث معین مالی و اداری وزارت فواید عامه. ذبیح‌الله مجاهد افزوده است حاجی ابوالوفا عثمانی به حیث مسئول میدان هوایی بلخ، معاون سابق شاروالی قندهار محمد طاهر آقا به حیث رئیس ریاست شهدا و معلولین آن ولایت و رئیس قبلی ریاست شهدا و معلولین قندهار علاءالدین صد به حیث معاون ریاست مذکور. منابع در پنجشیر میگویند که طالبان ساکنان دره عبدالاخیل ولسوالی دره این ولایت را به گروگان گرفتند. یک منبع به روزنامه اطلاعات روز گفت که طالبان به ساکنان دره عبدالاخیل گفتند که زن و مرد این دره بغاوتگر هستند و با همه تصفیه حساب میکنیم. طالبان مقاومت در برابر این گروه را بغاوت میخوانند و اعضای جبهه مقاومت را نیز بغاوتگر و باغیان توصیف میکند. یک منبع دیگر در ولسوالی دره گفت موترهایی که به طرف کابل در حرکت بودند در این دره در میان جنگ گیر مانده و طالبان راه را مسدود کردند. به گفته منبع در حال حاضر جنگ در منطقه کوکزار در دره عبدالاخیل میان جبهه مقاومت ملی و طالبان جریان دارد. همزبان منابع در ولسوالی پنجشیر میگویند که طالبان ایلاقهای ساکنان این ولسوالی را با آتش کشیدند. طی روزهای اخیر بخشهای از پنجشیر گواهی درگیری شدید میان جبهه مقاومت ملی و طالبان است. جبهه مقاومت مدعی است که به طالبان تلفات سنگینی وارد کرده است. مسئولان محلی طالبان در پنجشیر تاکنون در این زمینه چیزی نگفتند. طالبان 8 اسیر جبهه مقاومت ملی را تیرباران کردند. 8 صبح پنجشیر، منابع محلی به روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان 8 اسیر جنگی جبهه مقاومت ملی را در ولایت پنجشیر در حالی که دستایشان بسته بوده تیرباران کردند. به گفته منبع این 8 تن روز دوشنبه 21 سنبله از قرارگاه شابه ولسوالی خنج توسط طالبان اسیر گرفته شدند و شامگاه این روز در ولسوالی تیرباران شدند. بر اساس معلومات منابع در میان کشته شدگان محمد یار از فرماندهان جبهه مقاومت ملی با دو پسر جوان است نیز شاملند. منابع می‌افزایند که این اعضای جبهه مقاومت ملی پس از 4 ساعت درگیری شدید توسط طالبان اسیر شدند. تا کنون جبهه مقاومت ملی و طالبان به گونه رسمی در این مورد ابراز نظر نکردند. گفتنی است که پیش از این نیز طالبان اسیران جنگی را در پنجشیر تیرباران کرده و در مورد سر بریدند. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری نیز گزارش کردند که طالبان در پنجشیر مرتکب جنایت جنگی شدند. آیا با طالبان غیر از جنگ گریزی هست؟ پارسال با سقوط دولت مخالفان گروه طالبان خلصلا شدند و بردش ده ها میلیارد دلار اسلحه های سبک و سنگین به اختیار کسانی گذاشته شد که تعریف بسیار متفاوت از مسائل افغانستان دارند و ایدئال هایشان با خواست اکثر مردم در تناقض است. از آن پس جز آن دعوتندارانی که در ولایت پنجشیر، بغلان و یگان مناطق دیگر با تفنگ در برابر طالبان ایستادند، باقی همه بی تفنگ شدند و در عین حال به احتمال صلح امید بستند. با این حال بحث تفنگ حتی نسبت به گذشته داغ‌تر شد. در این مدت بین محافل سیاسی و مردم عادی یک بحث های اصلی این بوده است که آیا بدون مبارزه مسلحانه میتوان به حد اقل خواسته های خود رسید و به تدریج طالبان را وادار به تمکین و تعامل کرد یا نه باید برای دور دیگر رویارویی مسلحانه با طالبان آمادگی گرفت.
اکثر مردم از جنگ خستند و گفتگو را بر مبارزه مسلحانه ترجیح می دهند، چرا که جنگ سالها آزموده شده و تجربه زنده و تازه مردم است. چنان که تا روزهای آخر جمهوریت روزانه ده ها جوان در جنگ با طالبان قربانی می شدند. از این رو ظرفیت پایین مخالفان طالب در هدایت جنگ، بی توجهی به قربانیان و در نهایت افتادن مجدد کشور به دام تندروی و تروریسم بعد از آن همه تلفات دلایل اصلی تردید به نتیجه بخشی مبارزات مسلحانه است. روحیه آکه میان مخالفان طالب و دموکراسی خواهان از سالهای قبل به این سو مصالحه و گفتگو بوده است. از همین رو حتی نسبت به تغییر طالبان امیدواری ها خلق شده بود و گفته می شد آن گروه احتمالا در 20 سال گذشته متوجه واقعیت های جامعه و نیازهای عصر شده است و می داند که بدون مشارکت نسبی و احترام به آزادی های مدنی نمی تواند حکومت کند. کسانی که به فشار بین المللی و توافق طالبان با خارجی ها چشم دوخته بودند و تصور می کردند آن گروه برای جلب حمایت بین المللی نرمش نشان خواهد داد، اکنون نیز تقلای بسیاری برای کشاندن طالبان در مسیر گفتگو و تعامل انجام می شود. میان مردم بی‌دفاعی که حداقل آزادی و حقوق چون دسترسی به تعلیم و کار محروم شدند، کسانی هستند که با گریه استدلال و خواندن آیت و حدیث میکشند به طالبان بفهمانند که ظلم میکنند. آنانی که اسلحه اداره و منابع عمر انحصار کرده و ادعا دارند این همه را با زور تفنگ و انفجار به دست آوردند. به هیچ اعتراض و استدلال گوش نمی سپارند و گفتگو را بیهوده تر ابزار سیاسی می دانند. آشکارا به حسب حقوقی و فیزیکی مخالفان خود مشغولند و بشرنشینان، تحصیل کردگان، هنرمندان و دیگر اقشار و بخش های جامعه که 20 سال گذشته در جنگ کنار طالبان نایستاده بودند انواع زن را روا می دارند. آنان قانون و نظام را هیچ پنداشته اعلام می دارند که فرمان طالب قانون و شریعت است. دیپلماسی را دروغگویی می پندارند و دائم خلاف واقعیت سخن می گویند. در چنین وضعیت سرکوب شدگان و آنان که از معادلات سیاسی و اقتصادی حذف شدند از خود می پرسند آیا با نیروهایی که تنها به اعتکاب به زور و اسلحه سیاست می کنند گفتگو نتیجه خواهد داد؟ آیا بدون مبارزه مسلحانه به آزادی، تعلیم، نان و کار دست خواهیم یافت؟ سپاس از این که با ما بوده. تا ویدئوی دیگر، الله یار و مددگار همه تان باد.